از نمونه های این که عمل انسانو باطل میکنه، پرونده اعمال بد انسانو سنگین میکنه، کفه میزان بدمونو سنگین میکنه، قرآن مثلا معرفی کرده چی؟ کسی که صله رحمو قطع میکنه، خویشاوندیشو قطع میکنه، با خویشاوندش بد هست، میبینی که با برادر خودش، با خواهر خودش قطع رابطه کرده، با پدر و مادر خودش قطع رابطه کرده. به خاطر چی؟ دنیا. پدرم به من بدی کرده، پدرم به من خوبی نکرده، پدرم من به من مال نداده، یا برادرم به من این کار کرده، خواهرم این حرفو زده. چیزایی که انسان میبیند تعجب میکند، قطع رابطه به خاطر دنیا، نه به خاطر خداست، نه به خاطر دین هست، نه به خاطر اینکه بگه که چون این برادر من، خواهر من اهل خدا نیستن، اهل دین نیستن، اهل نماز نیستن، بد میگوین، بد انجام میدن، من باشون قطع رابطه کردم. به خاطر خدا که نیست، به خاطر دنیاست، میاد باش قطع رابطه میکنه. اونهایی که فساد میکنن در زمین به هر نحوی باشه، فساد اقتصادی باشه، فساد اخلاقی، به خصوص الان با توجه به وسایل ارتباط جمعی که هست، تو واتساپ ها، تو تلگرام، تو فلان، طرف میاد از خودش فیلم میذاره، یا فیلم های مبتذل و بد میذاره، یا شایعات پخش میکند، دروغ نسبت میدهد به باقی مسلمان ها، حتی دروغ نسبت بدهد به یک کافر. اینها همه جزء فساد در زمین هست. فساد اقتصادی باشه، فساد سیاسی باشه، فساد نظامی باشه، فساد در صنعتمون باشه، در شهرسازی، در ساختمانسازی، در اجتماع، در خانواده، هر چیزی که باشه، اینها اعمالی است که پرونده انسان و سبک گناهانش سنگین هست، میزان سبک میشود. یعنی چی؟ یعنی کفه گناهان بدش سنگین هست، اعمال خوبش بالا، هیچی، سبک هست، چیزی نیست. میفرمایند که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، پیمان شکنی، عهد و پیمانی دادی، وعده‌ای دادی، بهش عمل کن. و يقطعون ما امر الله به ان يوصل، هر چی که خدا دستور داد انسان انجام بدهد انجام نمیده، قطعش میکنه، دستورات خدا را انجام نمیده، بلکه آن چیزی که نهی کرده خدا انجام میدهد. و یفسدون فی الارض، فساد میکنند در زمین، اولئک هم الخاسرون، اینها همان زیانکاران هستند. طرف میاد به خاطر اینکه نفعی به خودش، از دید خودش، میاد با خانوادش قطع رابطه میکنه، با پدر، مادر، برادر، خویشاوندانش قطع رابطه میکنه، به خاطر چی؟ که نفعی به خودش برسونه، از دید خودش هست، اما خدا میگه این زیانکار هست، این ضرر داره میکنه، نفعی نمیکنه. پس میزان، میزان خداست، میزان من و تو نیستیم که من چی ببینم. خیلی وقتا دوستان میگن خب این از باید ببینیم که از دید ما چیه. بابا دید من و تو چیزی نیست، دید خداست، میزان، میزان خداست، هر چی که خدا دستور داده تو باید انجام بدی. این بهش میگن بندگی.